علی خامنه، این همین میگفتی انتقام سخت، انتقام سخت این بود. ما ایرانیا با هیچ کشوری جنگ نداریم، با هیچ کشوری مشکل نداریم. شمایید آتیش تو تمام کشورها درست میکنید، شمایید همه جا دشمن درست میکنید، همه جا تروریست تولید میکنید، پول ما بدبخت هم خون ببرید میدید این تروریستا. حالا میخوای چه خاکی بکنی تو سرت؟ نه موشک داری، نه پهپاد داری، نه ضد هوایی داری. با یه موشک اون بیت تو میفرسته رو هوا. حالا منتظر باش ببینم کجا رفتی قایم شدی. ایران باید به اسرائیل پاسخ سختتر، بدتر، سنگینتر بده تا دیگه اسرائیل جرأت نکنه و پاسخ به ایران بده. اسرائیل چیزی نیست که بخواد به ایران پاسخ بده یا با ایران مقابله کنه. ما هیچ نگرانی از حمله اسرائیل نداریم، چون که میدونیم اسرائیل با مردم ایران کاری نداره، همونطور که مردم ایران با اسرائیل کاری نداره. و به جرئت میگیم که خیلی هم خوشحالیم، امیدواریم که هدفشون رو دقیق بزنن. ما مثل رژیم اسرائیل نیومدیم که حق و ناحق کنیم و با زور خاک یک کشور رو غصب کنیم. ما فقط از خاک خودمون دفاع کردیم، ما از حقانیت خودمون دفاع کردیم. تازه این دفاع هم قبل اینکه پهپادا و موشک‌های ما حرکت کنن و برن اطلاع داده شد و فقط مراکز نظامی مد نظر بود، نه مراکز اقتصادی رو قرار بود بزنن، نه مراکزی که مردم داخلش هستن، فقط مراکز نظامی. بستگی به سیاست‌هایی داره که در سطح کلان هستش و اینکه آمریکا نظرش تو منطقه چیه، اسرائیل نقشش چیه، دولت ایران چی میخواد، اینا به نظر من همش قضایای پشت پرده سیاسی هست که ما مردم ازش بیخبریم و نباید گول این پروپاگاندا رو بخوریم. این التهابی که ایجاد کردم به نظر من هیچ کدوم از اینا صحت نداره. من به عنوان یه شهروند ایرانی که خارج از کشور زندگی میکنم خیلی نگران هستم، برای اینکه خانوادم اونجا هستن، بعد اخبار رو دنبال میکنم، خیلی استرس دار، سطح استرس که به مردم وارد میشه از جمله من، خانواده من بالاست. سفارتخانه ها تعطیل شدن و این روی زندگی ما تاثیر گذاشته. کارهای اداری که از طریق سفارت خونه ایتالیا در تهران انجام میخواستیم بدیم لغو شده و این برای ما مشکل ساز شده. امیدوارم که مردم عادی بیشتر از این تاوان اشتباهات بزرگان رو ندن. نمیدونم چرا همیشه ما مردم باید بسوزیم به خاطر جاه طلبی ها و عقاید مزخرف دیکتاتورای تاریخ.